به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما خوبان. امیدوار هستم هموطنان عزیز، شوقی عزیز جور و صحتمند و سر حال باشین. باز هم خداوند منان سپاسگزار هستیم که بر ما فرصت داد تا در خدمت شما نازنینان قرار داشته باشیم. البته دوستان عزیز، خواستیم یک برنامه متفاوت را بر شما خوبان به شکل مستندگونه بر شما دوستان البته تهیه و تقدیم کنیم. در این برنامه دوستان عزیز، معلومات ابتدایی و کوتاه را در مورد مرغ کلنگی جمع‌آوری کردیم و همراه کسانی که دوستدار و خوشدار مرغ کلنگی هستند، شوقی مرغ کلنگی هستند، شریک می‌سازیم. و امید که دوستان عزیز این برنامه را تا آخر ببینین، از دیدنش لذت ببرین و همچنان چند دقیقه که همراه ماستین شوقتان شود. به خاطر حمایت ما دوستان عزیز، ویدیو را لایک کنین و همچنان به خاطر خوبتر شدن و بهتر شدن برنامه‌ها، هر انتقاد و پیشنهادی که داشتین در بخش کامنت همراه ما شریک بسازین. اگر می‌خواین دوستان عزیز که خوبترین و بهترین برنامه‌ها را بیننده باشین، از شما تقاضا می‌کنیم که کانال یوتیوب آسمایی را سابسکرایب کرده دکمه زنگوله را فشار بدین تا از برنامه‌های آینده ما با خبر شوین. دوستان عزیز، در این برنامه سر زدیم به کوچه کافروشی، جایی که انواع و اقسام پرنده ها، مرغ ها و سایر حیوانات خرید و فروش میشه. میتونیم بگویم دوستان عزیز که تمام شوقی های افغانستان با این کوچه بلدیت و آشنایی دارن، چون هر پرنده و مرغ یا حیوان را که شوقیش هستن آمدن از اینجا خرید کردن و یکی از کوچه های سابق شهر کابل میباشن. و مستقیم دوستان عزیز آمدیم به سرایی که یا جایی که مرغ‌های کلنگی خرید و فروش میشن. نظر به گفته کوکو خطاب، یکی از شوقیای که مدت 80 سال میشه البته همی شوق را داره و همی سرای پیشش میباشه، قدامت سرای دوستان عزیز اضافه تر از 80 سال میباشه. و در این برنامه خواستیم دوستان عزیز معلومات کوتاه و ابتدایی را در مورد مرغ کلنگی برای کسانی که دوستدار و خوشدار مرغ کلنگی افغانستان هستن جمع‌آوری کنیم و امید که این معلومات ما طرف توجه شما قرار بگیره و انشالله اگر عمر باقی بود برنامه خوبتر و بهتر را در مورد مرغ کلنگی برای کسانی که شوقی مرغ کلنگی هستن انشالله تهیه و تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، چرا مرغ کلنگی را شوقش میکنن، نگهداریش میکنن؟ بعضی ها خوش دارن که از این نسل گیری کنن، نسلش را زیاد کنن و از طریق خرید و فروش البته پول به دست برن. بعضی ها خوش دارن که مرغ کلنگی را شوقش کنن یا مرغ کلنگی را نگهداریش کنن و بعضی ها خوش دارن که مرغ های کلنگی را با میدان ها ببرن چنگ بندازن. دوستان عزیز، مرغ های کلنگی نویتشان و قیمتشان نظر به اوصافی که یک مرغ داره، رنگش باشه، نسلش باشه، فرق میکنه. و میتونم بگویم که نسلهای مشهور یا معمولی که البته در مرغ کلنگی وجود داره امو ابرش است، سیالاکه است، کلنگی سفید است، سرخ است و بعضا ایره نظر به متاجشان تقسیم بندی میکنن که تاج کوفته است، میلتاج است. اوصاف یک کلنگی خوب دوستان عزیز، باید یک کلنگی خوب امونتو تنومند، اسوار، بلند باشه، قد و بست بسیار مقبول داشته باشه،
رنگ بسیار خوب داشته باشد. در پالی از او نولش، چشمش و همچنان پاچش همراه یک دیگر باید همخوانی داشته باشند. و در پالی از او دوستان عزیز، مرغ کلنگیره که قیمتش افزایش میده ای است که وقتی که مرغ کلنگی گسو داده میشه یا جنگ داده میشه ای قیمتش زیاد میشه. خوبترین و بهترین مرغ‌های کلنگی در کجا افغانستان پیدا میشه؟ دوستان عزیز، شوق کلنگی را تمام مردم افغانستان داره، اما خوبترین و بهترین مرغ‌های کلنگی نظر به گفتهای کسایی که شوقش دارن، خرید و فروش میکنن، مرغ بگرام است، مرغ قره‌باغ است، مرغ چاریکار است، مرغ کلرکان است و سایر مرغ‌هایی که البته در شمالی زمین نسل گیری میشن. اینا خوبترین و بهترین مرغ‌های کلنگی هستن که در افغانستان پیدا میشن. و همچنان دوستان عزیز، دوستداران و علاقمندان مرغ کلنگی نه تنها در افغانستان وجود داره، بلکه در کشورهای دور و نزدیک افغانستان که میتونیم بگیم تاجیکستان، پاکستان، ایران است، این مرغ‌های کلنگی البته خرید فروش میشه و در اونجام شوقشان میشه و نگهداری میشه. اگر از قیمت‌های مرغ کلنگی بر شما دوستان معلومات بدم، دوستان عزیز، قیمت یک مرغ کلنگی از 1000 افغانی گرفته تا 1 لگ افغانی خرید و فروش میشه. محیط و محلی را که مرغ کلنگی را دوستان عزیز نگهداری میکنن فرق میکنن. معمولا مرغ کلنگی با سایر مرغ‌هایی که خانگی یک جا نمیباشه، بلکه این برای مرغ کلنگی یک جای مخصوص وجود داره، یک قفس مخصوص وجود داره، دانه‌های خاص وجود داره و همچنان نگهداریش نسبت به مرغ‌های عادی که در خانه نگهداری میشوند مشکل میباشه. به می خاطر است که شوق مرغ کلنگی آسان است و در پالی از او دوستان عزیز، به خاطر از اینکه مرغ کلنگی تنومند باشه، تندرست باشه، قوی باشه، البته از میدان ها فرار نکنه، دانه هاش فرق میکنه که بعضا از دانه های معمولی گرفته تا دانه های مقوی میتونم بگویم خسته، بادام، پسته ایران به مرغ های کلنگی میتن. دوستان عزیز، امید که برنامه کوتاه ما را دیده باشین و طرف توجه شما قرار گرفته باشه و همچنان چند دقیقه همراه ما بودین، وقت بر شما دوستا خوش گذشته باشه. یک برنامه کوتاه داشتیم که معلومات ابتدایی را در مورد مرغ کلنگی افغانستان بر شما نازنینان خواستیم شریک بسازیم و ایران صرف به خاطر اوید از دوستان ما که البته تقاضا کرده بودن یک برنامه مرغ کلنگی داشته باشیم و انشالله در برنامه های آینده خوبترین و بهترین برنامه را در این مورد بر شما دوستا تهیه و تقدیم میکنیم. تا اینکه باز هم در خدمت شما نازنینان قرار میگیریم، دوستان عزیز، همتون به الله اکتا و امانت میسپاریم. هر جا هستین سربلند و سرفراز باشید.